سالیان ساله که در فضای نظامی ایران سال پرتکراری پرسیده میشه. آیا ایران با داشتن زرادخانه های سنگین موشکی همچنان نیاز به ساخت یا خرید جنگنده داره؟ با این شرایط داشتن جنگنده چه سودی میتونه داشته باشه؟ و توی این برنامه قصد داریم به این سوالات پاسخ بدیم. برای بررسی این موضوع به دوره خریدهای نظامی در دوره پهلوی ها برمیگردیم. بعد از خریداری جت‌های F-86 و 84 و خریداری جنگنده F-5A نوبت به ورود دیگر جنگنده ها رسید که شامل F-5E و F و جنگنده F-4D و E در نسخه رسمی و نسخه شناسایی R بود که در کنار تعداد دیگه از هواپیماهای ترابری، سوخت‌رسان و شناسایی خریداری شدند. بعد از پیوستن ایران به پیمان سنتو بود که ایران به عنوان بازوی منطقه‌ای آمریکا در مقابل شوروی قرار گرفت. در این شرایط بود که بلوک‌های شرق غرب تلاش می‌کردند تا از هر فرصتی برای جاسوسی از هم استفاده کنند و شوروی تلاش می‌کرد تا پاسخ تأسیسات جاسوسی آمریکا در ایران که در نواحی شمالی ایران مشغول فعالیت بودند رو با پرواز هواپیماهای شناسایی RF-5 و RF-4 در خاک شوروی و با پرواز میگ‌های 25 نسخه شناسایی خودش بر فراز ایران بده. با کنار هم گذاشتن این شرایط و با وضعیت جغرافیایی ایران که پوشش دادنش اون هم در اون برهه زمانی با رادارها و سیستم‌های پدافندی زمین پایه تقریبا غیر ممکن بود، پرنده‌های F-14A هم وارد فضای ایران شدند. بعد از پیروزی انقلاب و تحمیل شدن جنگ طاقت فرسای 8 ساله به ایران، شرایط ما خیلی متفاوت شد. ایرانی که در طول جنگ به وسیله موشک‌های بالستیک عراق در طی 5 دوره سنگین درگیر جنگ شهرها شده بود و در همه برها هم تلاش میکرد تا برای پاسخ مقابل به موشک های اسکاد دست پیدا کنه، بعد از جنگ تلاش کرد تا برای دچار نشدن به این وضعیت و اون دوران ایجاد حداکثری بازدارندگی رو بکنه و زرادخانه موشک های بالستیک خودش رو به شدت توسعه داد. ایران روند ساخت موشک های بالستیک رو با شهاب 1 در سال 69 آغاز میکنه تا به توان فعلی در تسلیحات بالستیک و کروز برسه. این وضعیت در بخش‌های مختلف صنایع نظامی ایران هم حاکم بود. ایران که در دوره جنگ تحمیلی سامانه‌های پدافندی کافی و توانایی برای دفاع هوایی و پوشش نیروهای زمینی خودش در اختیار نداشت و تلاش می‌کرد تا با جانفشانی و طرح‌های ابداعی پرسنل پدافند هوایی خودش به ویژه شهید منصور ستاری تحرک سامانه‌های پدافندی را افزایش بده و پوشش پدافندی را هر چند محدود گسترش بده. پس به ساخت سیستم‌های پدافندی و راداری مختلف ثابت و متحرک روی آورد. در حال حاضر در این بخش هم مثل صنایع موشکی، ایران تونسته سامانه‌های موشکی و راداری مختلفی رو بسازه تا توان مقابله و پاسخ به تهدیدات هوایی رو داشته باشه. گرچه به طور دقیق نمیدونیم سامانه‌های پدافندی ایران با چه نرخی در حال تولید و تحویل هستند، اما با دیدن تجهیزات عملیاتی در نیروهای مسلح و وجود سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد تا بلندبرد در نیروهای هوایی ارتش و هوافضای سپاه میشه حد زد که اهتمام خوبی برای به کارگیری این سامانه‌ها در نیروهای مسلح وجود داره. از طرف دیگه بعد از پایان جنگ تحمیلی بخشی از توان هوایی ایران که از آمریکا خریداری شده بود یا از بین میره یا به علت ثبت ساعت‌های پروازی طولانی در دوران جنگ و استهلاک شدید قطعات مصرفی با خطر زمینگیر شدن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط بود که در دوران شهید منصور ستاری در طی خریدهایی که از شوروی صورت گرفت تلاش شد تا بخش کوچکی از این توان تحلیل رفته نهاجا با خرید تعدادی جنگنده دفاع نقطه میگ 29 و بمب افکن‌های سوخو 24 از شوروی سابق بازیابی بشه. در این بین نهاجا تلاش داشت تا با پیگیری برنامه‌های توسعه مختلف برای ناوگان موجود مثل پروژه شهید دوران و پروژه شهید بابایی بخشی از ناوگان فانتوم و تامکت رو به خط پرواز برگردونه و ارتقای جزئی هم چاشنی این کار کنه.
هرچند ایران در این بخش تلاش کرد تا برنامه ساخت جنگنده بومی خودش رو هم جلو ببره، اما محدودیت‌های فنی بسیاری بر سر راه ساخت جنگنده بومی وجود داشت و شاید تا الان هم بعضی از این مشکلات گلوگاهی همچنان وجود داشته باشه. در این شرایط حالا که ایران در بخش موشک‌های بالستیک و کروز، پدافند هوایی و غیره، مخصوصا پهپادها، گام‌های بزرگی برداشته و به موفقیت رسیده، چرا باید برای ساخت جنگنده هزینه و تلاش زیادی کنه؟ با وجود توانمندی‌های موشکی چه نیازی به جنگنده داریم؟ این سوالات پاسخ واضحی داره. توسعه هر بخش نظامی نه تنها هیچ اختلالی در بخش‌های دیگه ایجاد نمی‌کنه، بلکه تمامی بخش‌های نظامی مثل زنجیر به هم وصلن و مکمل هم هستن. بنابراین این توجیه که داشتن موشک دیگه نیازی به جنگنده نداریم اصلاً درست نیست. نقش موشک‌ها برای دکترین نظامی ایران ایجاد بازدارندگی و انهدام اهداف و تأسیسات حیاتی در خاک دشمنه و این دکترین برای ایجاد برتری هوایی هم فکر کرده. برتری هوایی چیزی نیست که بشه با پرواز در بردن پهپادها برای ایفای نقش رهگیر به اون دست پیدا کرد، چرا که توان یک جنگنده در سرعت، سقف پروازی، قدرت مانوردهی با پهپادی مثل کرار که در حال حاضر به صورت مرهم نقش پهپاد رهگیر رو بازی میکنه اصلا قابل قیاس نیست. با نگاه به تاریخ جنگ ها میشه به درستی به این گزاره پی برد. در طی جنگ تحمیلی هرچند تأمین قطعات و سلاح برای ایران با تحریم های تسلیحاتی سنگین استانج دشوار بود، اما با این حال تونست در مقابله با جنگنده های عراقی سربلند بیرون بیاد، به طوری که تامکت ها تونستن در شرایطی که موشک های فینیکس با کمبود مواجه بودن و موشک های ایم جی 9 و ایم ای 7 با رادار تامکت ها هماهنگ نبودن، حدود 160 شکار هوایی رو ثبت کنه. با کمی جلوتر رفتن و نگاه به جنگ خلیج فارس و حمله نیروهای ائتلاف به عراق، باز هم می‌بینیم که حضور جنگنده ها در نقش بمباران و سرکوب پدافند هوایی حریف بسیار پررنگه، به طوری که پای بمب افکن پنهانکار F-117 هم در آسمان عراق وجود داشت و پای اون هم به این جنگ باز شد و چیزی حدود 1300 سورتی و حدود 6900 ساعت پرواز برای حمله به 1600 هدف مهم در خاک عراق به انجام رسید. از طرف دیگه در مجموع نیروهوایی آمریکا در کمپین هوایی این جنگ 100,000 سورتی پرواز انجام داد و به رقم سنگین استفاده از 88,500 تن مهمات برای بمباران اهداف نظامی و غیر نظامی عراق دست پیدا کرد. این تنها بخشی از آمار مربوط به جنگ خلیج فارسه که صرفاً مربوط به آمریکا میشه. جنگ دیگه هم که باز حضور مؤثر توان هوایی رو برای بمباران اهداف به ما نشون میده، جنگ های داخلی عراق و سوریه است که شاید بشه گفت وقوع این درگیری ها و حضور ایران و کسب تجربه از این جنگ باعث شد تا ایران در امر خرید جنگنده برای ارتقاء ناوگان خودش خیلی بیشتر از قبل جدیت ببخشه. فارغ از تمام این موارد، باید گفت که هر کشوری با وجود داشتن سامانه‌های پدافندی زمین پایه باز هم وجود جنگنده برای تکمیل پوشش هوایی خودش رو نیاز داره، چرا که هیچ سیستم پدافندی زمین پایه امکان موفقیت 100% در مقابله با طیف وسیع تهدیدات هوایی رو نداره و برای تکمیل وظیفه باید اهداف رو به صورت هوایی مورد حمله قرار داد، به خصوص برای رهگیری اهداف پرنده به توان هوایی برای مقابله با اون اهداف باید وابسته بود. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و در شرایطی که ناوگان هوایی فعلیش پا به سن گذاشته و در شرایطی که با تهدیدات متنوعی مواجه هستش، بیشتر از همیشه به جنگنده های نیاز داره تا در کنار سامانه های پدافندی زمین پایه در نقش رهگیر و ایجاد برتری هوایی در آسمان کشور پرواز کنه. در این شرایط بعد از ورود جنگنده های آموزشی یاک 130 ما هم امیدواریم تا در آینده نه چندان دور جنگنده مناسبی برای ایفای نقش جنگنده رهگیر به لباس نیروهوایی ما مزین بشه و در نهایت
به امید افزایش روزافزون اقتدار کشورمون. ممنون که با نظراتتون ما رو خوشحال میکنید. من و بقیه دوستان میشکات حتما نظراتتون رو میخونیم و سابسکرایب شما کمک میکنه که محتوای بهتری هم ما تولید کنیم، هم خودتون از بقیه محتوا جا نمونید. ممنون و خدا نگهدار شما.